سینا یوسفی، وکیل دادگستری و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر از برلین همراه ما هستند در همین ارتباط. آقای یوسفی، در خبرها شنیدیم دست کم در ماهای اخیر 17 فعال مدنی ترک در زندان‌های اوین و تبریز در زندان هستند. این فعالان در چه وضعیتی هستند؟ عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. همونطور که شما هم فرمودید، از فکر کنم بهمن ماه سال گذشته بازداشت گسترده‌ای در آذربایجان انجام شد. بیش از 20 نفر از فعالین سیاسی آذربایجان بازداشت شدند و در شهرهای مختلف آذربایجان بازداشت شدند و به بازداشتگاه اوین در تهران منتقل شدند. اخیراً عده‌ای از این فعالین با قرار وثیقه آزاد شدند، ولی 12 نفر از این افراد فعالین سیاسی همچنان در بازداشت هستند و وارد پنجمین ماه بازداشت خودشون شدند و همونطور که اشاره کردیم در گزارشتون، وضعیت بلا تکلیفی دارن و مشخص نیست پروندهشون، وضعیت پروندهشون مشخص نیست و همچنان قرار بازداشتشون تمدید میشه. در 31 اردیبهشت ماه جلسه‌ای در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متأسفانه اتهامات جدیدی به پرونده اضافه کردین قاضی و پرونده رو مجدد به دادسرا فرستاده تا تفهیم اتهام بشه. جناب یوسفی، بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، 3 تن از این فعالان مدنی اعتصاب قضا کردن و خانواده هاشون هم تحت فشار نیروهای امنیتی هستن. علت اعتصاب قضای اونها چه هست دقیقا؟ بله، 3 نفر از این فعالین که آقای طاهر ندوی وکیل دادگستری هستن، آقای عبدالعزیز عظیمی قدیم که روحانی خلیل لباس شده به خاطر اعتراضاتی که داشتن، انتقاداتی که به نظام داشتن، و حسین پیری که فعال سیاسی هستند، اینها اعتصاب قضا کردند. دلیل اعتصاب قضاشون هم این هست که افرادی که همکنون در بازداشت هستند، افرادی که بیماری دارن، به بیماریشون رسیدگی نمیشه، حق درمان برخوردار نیستن و همچنین وضعیت بلا تکلیفی که این فعالین سیاسی دارن باعث شده که این وضعیت باعث مشکلاتی برای خانوادهشون شده، در ارتباط با خانوادهشون نیستن، از حق ملاقات برخوردار نیستن متاسفانه، و اینکه از حقوق دفاعی، حق داشتن وکیل محروم هستن و پرونده به صورت بلا تکلیف است. همچنین 3 نفر از زندانیان زندان تبریز، زندانیان سیاسی آذربایجان که در زندان مرکزی تبریز هستند، هم امروز اعلام کردند که در صورت عدم رسیدگی به درخواست زندانیانی که در تهران هستند، اونها هم به جمع اعتصاب قضا کنندگان خواهند پیوست. بله، سپاس از شما سینا یوسفی، وکیل دادگستری و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر که از برلین همراه ما بود.